با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمنداز ها. با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به برخی از تحولات، خصوصا اول ماه مه امسال و چگونگی مواجهه طبقه کارگر جهانی با موضوع همبستگی بین‌المللی و مطالبات جنبش کارگری. سپس به برخی از مسائل مهم داخلی نگاهی خواهیم داشت. درود بر شما تغییر روزبه گرامی. منم همینطور به خود بینندگان شنوندگان عزیز درود می‌فرستم. اول ماه مه امسال خصوصا در پاریس و فرانسه با ابعاد بسیار بسیار گسترده‌ای برگزار شد. سندیکاهای فرانسوی پس از سالها با هم مشترکاً تظاهرات و اعتراضات و همبستگی خودشون رو نشون دادن و خودشون رو در مقابل خصوصا رئیس جمهور مکرون و سیاست‌های نئولیبرال اون نشان دادن. در این حال در آلمان، انگلیس و بسیاری از کشورها که شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگری است، شاهد برگزاری اول ماه‌مه های بسیار باشکوهی بودیم. ارزیابی شما از این قضیه چه هست؟ خصوصا در جهانی که امروز با مسئله جنگ اوکراین و ادامه بحران بین‌المللی، بحران سرمایه‌داری روبروست و هر روز ابعاد این فاجعه در واقع سیاست نئولیبرال روز به روز خودشو نشون میده و در این حال که نه فقط جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌هایی که در بیان بسیاری از کشورها مثل سودان، یمن و سوریه و امثال هم هست، در زیر پوشش و جنگ بزرگ روسیه در اوکراین پوشیده شده و این قضیه مسئله وضعیت پناهندگان و فراریان از جنگ و استبداد و خشکسالی‌ها و بحران‌ها رو زیر برده، در این حال گسترده تر شدن و عمیق تر شدن فاصله بین ثروتمندان و اکثریت عظیم رو بار دیگر نشون میده. گزارشات سازمان ملل از ابعاد گسترده گرسنگی، بیکاری و بحران حکایت داره. تو این بستر اول ماه مه برگزار شد. شما چگونه چه ارزیابی دارین از این اول ماه مه و مطالبات جنبش کارگری در این دوره؟ بله، همینطور که اشاره کردی در امسال مخصوصا ماه مه در متن یک بحران سراسری که رو به تزاید هم هست اتفاق افتاده و واقعا در بطن این میشه اینو تحلیل کرد چه جنبه هایی داره و چه به هر حال کمبودهای نقصانهایی داره، یعنی هم جنبه های ایجابی و مثبتش، هم به هر حال بحران‌ها در این ابعاد کلان مطرح هستند و پاسخ‌های خاص خودشو می‌طلبند. یعنی مثلا ساده نیست، به خاطر اینکه کل جهان مثلا اصلا در سطح جهانی، حالا صرف نظر از این قطب یا اون قطب، دچار یک بحران ژرف عمیق هست سرمایه‌داری که شاید این شکل سابقه نداشته. قبلا ادواری بودن، موردی بودن، مثلا مالی بودن، غیره و غیره در عرصه های طغیان میکردن بحران، ولی اینطوری که سراسری باشه، راه حل براش پیدا نشه، به این شکل اتفاق نیفتاده. حتی بعد از جنگ جهانی در این ابعاد هم حتی وجود نداشته. یک پدیده عجیب غریب جدیدی هستش که ما مثلا فوران بحران رو در تمام عرصه ها میبینیم، یک عرصه نیستش. با توجه به این امسال خب جنبش ماه مه باید زیر ذره بین گذاشت در دنیا، چون به هر حال مسائل جهان پاسخهای جهانی میطلبه. اینطوری نیست که در یک کشور در یک مثلا وضعیت جغرافیایی خاص به اون پاسخ داده. البته اونجا هم مبارزه هست، تأثیرپذیر همین مسائل جهانی هست و حتی میتونه کمک کنه به یافتن راههای جهانی به عنوان تجربیات، چون به هر حال جهان از همین کشورها تشکیل شده، از همین مبارزات متعدد و گوناگون. تجربیات از جا در میان میچرخن، انباش میشن و به هر حال ارتباط متقابل با هم دارن، ولی نمیشه هر کدومشو تقلیل داد به یک بحران خاص در فلان کشور یا در فلان منطقه. با توجه به این ما
میبینیم که خب امسال ابعاد مهمتر و حادتری داشت، مسئله اعتراضات و اعتصابات کارگری. دلیلش هم خب روشنه، به طور کلی که گفتم بحران جهانی حاد میشه، ولی مشخصا مسئله تورم مثلا امسال خیلی غیرعادی بود در خود کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از قضا، در نرخ 8%، 10%، 9%، و اینها خب طبیعتا در شرایط کارگران اونجا هر روز زیر این فشارها قرار میگیرن، چون 1% تورم مهمه در این کشورهای جهان سوم، نگاه نکنید اونجا، یعنی معلوم میشه، محسوس میشه، اطلاعات روزنامه هم هست، زندگی هم میبینن در کنارش، تمام اینا زیر ذره بینه. در نتیجه کارگران به هر حال اعتراضاتشون برانگیخته شده بود، به خاطر همین انتظار هم میرفت با این تورم ها نمیشد دولت، مثلا فرستان دولت های سرمایه داری غربی اینا راحت بشن در امن و امان، مثلا یه سری در قیاس با مثلا بخشی از سالهای گذشته اینطوری نبود. از جمله یکی دیگه از مسائل کرونا بود، چند سال منجمد کرده بود، متوقف کرده بود، نارضایتی وجود داشت، اینا هم برانگیخته شد در فرانسه به طور ویژه. خب ابعادش هم میشه اینطوری بوده در فرانسه که کارگران اعتراضات خیلی برانگیخته تر و خیلی بسیار پرشکوه تر و میلیونی تر و اینا هستن، که امسال ارقام واقعا ارقام بزرگی بودن و هستند همچنان، چون به خواستاشون نرسیدن. این مسئله مهم بود. البته بحران نئولیبرالیسم کاملا هست، منتها نئولیبرالیسم در شرایط بحران مثل هر موردی از مقاطع تاریخی سرمایه‌داری وقتی دچار بحران میشه یه موقع لازمه فاشیسم رو میاره تو میدان، یعنی میدان میده به فاشیسم برای اینکه از وضعیتی که نمیتونه خودش جواب بده به طور مستقیم، اون سرمایه‌داری نرمال و متعارف به اصطلاح بدونه به دوش اینا و جامعه رو به اصطلاح بیراهه ببره و بتونه کنترل کنه اوضاع رو، از چنگش در نره، چون احساس خطر میکنه متوسل میشه. الان هم یه چیزهای شپنولی فاشیستی در جهان، در آمریکا، در اروپا، در کشورهای مختلف اروپا، حالا در جهانهای سوم، در ترکیه، جاهای دیگه به یه شکلهای خاصی خودش رو به اصطلاح نشون میده، خیلی به اصطلاح محکم و به اصطلاح سرکوبگرانه، ولی در همین خود این کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم کاملا خودش نشون میده، در بخشای دیگه از سرمایه‌داری مثل روسیه اینا یه جور دیگه خودش نشون میده. ولی کلا نئولیبرالیسم در واقع به اقتدارگرایی میل پیدا میکنه، به نوعی میدان دادن و به اصطلاح ساخت و پاخت با چیزهای نوفاشیستی، اقتدارگرایی، اینا میدان میده، ائتلاف های صورت میگیره. مثلا اخیرا ما مثلا به عنوان یه نمونه تیپیکش در فلان، کشوری که به هر حال اونطوری کشورهای سرمایه‌داران خیلی خار نبوده که، پیشرفته هم هست خیلی در اون مناطقی که هستن، که به هر حال کشورهای بی‌طرف اینا هستن، سرمایه‌داری بی‌طرفی وجود داشته، همه اینا الان به باد رفتن و در اونجا مثلا حزب راست افراطی الان رأی بیشتر رو برده و با راست میانه که ضد مهاجر هستن ائتلاف های تشکیل دادن، هم جلوی خودمون در همین صحنه در اون کشورهایی که به هر حال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و یه مقدار سطح زندگی اینا تازه خوب بوده در گذشته اینها، ولی وقتی جهان دو قطبی میشه، وحشت و ترس و جنگ میاد، خب این نوع سیاست های انقباضی، درون گرایی، به خود رفتن سرمایه‌داری برای اینکه بتونه مثلا چپرهاشو بالا ببره، مرزهاشو بالا ببره، کنترل کنه، این شروع میکنه. مثلا مهاجر مثلا مخالف بودن، دشمن بودن، چیزی بود که قبلا نمیتونستم به زبان صریح بیارم، اینو شرم‌آور بود، ولی الان کاملا طرف با این رأی میاره، رأی میگیره. و الان این بحث هستش که احزاب ضد مهاجرت در اتحادیه اروپا، یعنی اینا بخشی از یک روندهای بزرگتر سرمایه‌داری هستن که در این یا اون کشور خودشون نشون میده، برجسته میشه و به صورت نماد آدم میتونه قشنگ مطالعه کنه بحران، برش بده. خب در این رابطه ما میبینیم که الان این گرایش ها هستش که حزب ضد مهاجر در سراسر اروپا میدان بکنن، اقتدارگرایی میدان پیدا بکنه. این یک مسئله هست، ولی در این حال جنبش های اعتراضی هم پا به پای این کارگران، زحمتکشان، زنان،
و تمام این توحیدستان و 99 درصدی ها هم اعتراضاتشون رو گسترش میدن و افزایش دادن، صفوفش، حضورشون، مطالباتشون رادیکالتر شده. این مسائل هستش. از یه طرف دیگه چون جهان وقتی میگیم بحرانیه، مثلا سازمان ملل اعلام میکنه، اینا رو من فاکتای روز رو میگم چون خیلی مسائل وجود دارن که خارج از گنجایش بحثای ما هستن، ولی در همین جا میشه گفتش که مثلا همونطور که محلان چیز بسیار حاضر و حی و حاضر بود، نشون دهنده بحران خیلی راحت، اینجا هم سازمان ملل مثلا اعلام کرده که اصلا رقم گرسنگان اضطراری که واقعا گرسنه هستن و در واقع باید بهشون غذا رسونده بشه، شوخی نیست، مثلا به 258 میلیون نفر رسیده که در 58 کشور اینا هستن، که عواملی هم که اینها رو دامن میزنه همون مسائلی هستن که جهان مثلا وقتی از شاخصهای بحران صحبت میکنیم به اونا اشاره میکنیم در جهان، از جمله مسئله در واقع کرونا بوده که یه دور این مسائل رو به خیلی حاد کرده و تولید اینها رو تضعیف کرده و به هر حال جهان برده در خودش و کشورها رو درگیر خودش مسائل خودشون کرده. اینا یک مسئله کرونا بوده، یک مسئله جنگ هست که به شدت داره عمل میکنه، در یمن میبینیم، در سودان میبینیم، در جاهای مختلفی میبینیم، همینطوری در بخشهای مختلفی از جهان، در این حالا 58 کشور به هر حال این لیست گرسنگان بوده و اینا به اصطلاح نقشهای خیلی مهمی دارن در این جهان امروز. یکی هم مسئله محیط زیسته، سومین مسئله‌ای که اشاره کردم سازمان ملل بهش، فخامت محیط زیست که اصلا وحشتناک سراسریه و اگه 2 درجه جهان گرم بشه در مثلا پایان قرن، معلوم نیست که این کره خاکی، این اصلا اکوسیستم ها چی بشه، یعنی یک نوع عملیات انتحاری و شرایط جدید رو که داره دست میره و این فقر آفرینی است و ضربات اصلیش هم به همین گرسنگی به کشورهای فقیر در درجه اول، منتها همه جا هست، بی‌مرز این بحران فی الواقع. پس بنابراین ما میبینیم که قصه وقتی برش میدیم بحران ها مطرح میشن. این مسئله دوم. مسئله سوم مسئله بحران بسیار مناسبات قدرت بین قدرت ها که چون نمیتونن به تفاهم برسن و نتونستن منافعشون هژمونیگری شد و جهان با بحران هژمونی مواجه شده، یعنی خلأ به وجود میاد دیگه وقتی بحران هژمونی صحبت میکنیم، در نتیجه کنترل اون مناسباتی که قبلا به نظم جهان رو تعریف میکردن اونها زیر سوال میشن. الان وقتی ما در اینجا صحبت میکنیم ببینیم که مثلا فرض کن الان پوتین به معنی یکی از اون قدرت ها تحت مثلا پیگرد بین المللی، اگر هر جا برای قانونن پاش بذاره بیرون زورشون برسه، اینا داستان های دیگه است، ولی در دیوان لاهه محکوم شده به جنایت فلان، مثل جنایتکاران جنگی، مثل جنایتکارانی که برحال هرچی که بودن علیه بشریت، این اصلا نمیتونه باید خارج بشه. یا مثلا همزمان ببینیم که کرملین وسیله پهپادها مورد حمله قرار میگیره، اینا مگه شوخیه؟ اینا علامت بحرانهای خیلی عجیب غریبی است که در گذشته یکی از اینا میتونست جنگ جهانی مثلا سوم چهارم هرچی ایجاد بکنه، الان هم کسی نمیدونه، الان خیلی ها این نظر رو میدن، ما نمیدونیم که جنگ جهانی سوم شروع شده یا نه، چون جنگ ها یه دفعه از همه جا شروع نمیشن که، اگه جاهای شروع میشن گسترش پیدا میکنن، حریق میره جلوی جنگل ها رو میسونه، درخت ها رو میسونه، بعد یه جای دیگه نمیتونی کنترل کنی، طوفان و باد و همه اینا همه وارد صحنه میشن، آستیناشون بالا میزنن و جنگ شروع میشه. به همین دلیله که کنترل، آگاهی، وجدان بشر و اونهایی که باید وارد بشن نذارن به اونجا برسه، چون چیز تقدیر ناپذیر که وجود نداره، انسان ها بالاخره سرنوشت خودشون رو با همین تناقضاتشون مسائلشون باید حل و فصل کنن. خب میبینیم که چیه، یه چنین وضعیتی مثلا دراماتیک الان ما باش مواجه هستیم، اونها هم متقابلا مثلا در اوکراین کشتاره، نه جلوی خود کشور اروپا حتی دیگه، حالا قبلا حاشیه ها بودن، البته نه اینکه مثلا حاشیه ها جایی بیاسن که بعد بی‌اعتنا باشیم، ولی اینا بی‌اعتنایی میشد اونجاها جنگ بوده و الان کنترل نشده رسیده به اینجاها، یعنی به درون خود این کشورها و بلوک بندی های اصلی هم مرکز به اصطلاح پیرامون وارد حوزه های مرکز هم شده و همینطوری هم رقابت و
نمیدونم تحریم ها و تنبیه هم دیگه و یعنی صدای صلح ضعیفه، در حالی که یکی از مسائل کارگران جنبش مهمه همینه که صدای صلح اینقدر قوی بکنه که بشه کنترل کرد، بشه، چون دولت ها خودشون قابل کنترل نیستن، چون رقابت شدیدی با هم دارن، میگن جهان باید تقسیم بشه، مثلا روسیه حتی چی میگن که جهان چند قطب، آمریکا دیگه نمیتونه رهبریش باشه، بعد یه جور دیگه باشه، اینها همه دعوا سلام، خیلی چیزها زیر سوال رفته. پس من میگم از یه طرف دیگه انقلابات جنبش ها هم با تهدید ها مواجه هن. یک چیزی مثل آسیب پذیری صخره ای که اونجا وجود داشته باشه باید بگیم این بیاد وارد صحنه بشه، که این چیزی وجود نداره، همه چیز گرگون میشه در دوره بحران انتقال، یعنی جهان در حال بحران به نام انتقال هست، وضع موجود یا تا موجود زیر سوال رفته، وضعیت جدید هنوز شفاف تثبیت نشده و اون اراده هژمونی که بتونه اینا رو شکل بده یا تفاهم توافق شکل نگرفته. ما یه چیز این برهه خطرناک هستیم با زرادخانه ها و نیروهای تخریبی بسیار وحشتناکی میتونه کل بشریت هم زیر سوال ببره و اصلا محوش کنه اگر وارد صحنه بشن، ولی خب بخشن هی میبینیم تهدیدهاش وارد میشن. پس بنابراین از یه طرف میبینیم جنبش هم زیر فشار، مثلا تونس شما نگاه کن، بهار انقلابات چقدر آسیب پذیرن، انقلابش رو تونس میگفتن خب بهتر از بقیه است، الان یک دیکتاتوری اومده همه اونا رو داره پس میگیره و سرکوب میکنه، همه رو زندان میبره، مثلا اینطوری مثل درست سرنوشت مصر با تا به یه جور دیگهش هنوز نمیشه گفت 100% تثبیت میکنه خودشو، ولی اومده تو قدرت این کارا رو میکنه، دستاندازی و انقلاب و دستاوردهاش و مال کارگران و اتحاد همه اینا رو داره پس میگیره. خب در تونس هم این خطره، در سودان سوریه شدن را اتفاق افتاد، یه انقلاب اتفاق افتاد، دیکتاتور رو سرنگون کردن، دستاوردهای داشت کامل، ولی خب نظامی ها و وضعیت اونجا و جهان و آچمز بودن بحران بین المللی و میگم اتفاق در ظرف جهانی میفته، تمام حوادث رویدادهای این یا اون کشور، خب در یه چنین شرایطی ما میبینیم که چقدر خطر به اصطلاح ملاخور شدن به اصطلاح، خطر همون به اصطلاح بهار عربی که چگونه به ضد خودش تبدیل میشه، سوریه ای میشه، مصر، جاهای دیگه، نه اینا میتونه، لیبی، غیر جاهای دیگه میتونه اینا اتفاق بیفته. اینکه بسیار هوشیاری میخواد، در ایران هم همینطوری، ایران جنبه های خوبی داره، اگر غفلت بشه الان میبینیم که جنایش فاشیستی هم اتفاق میفته، میان گرایش ها راست افراطی فلان اینا در جهان، همه اینا میتونه مطرح بشه، همه اینا احتیاج داره به هوشیاری، سنجشگری و مسائل بسیار مهمی. در همین رابطه اشاره بکنم که مثلا نگرین در مورد فرانسه که اونجا به هر حال مهم هستش در همین مهمه، مثلا تیز های مطرح کرده، دو سه تا مسائل به اصطلاح محور های مطرح کرده که بی ارتباط با این بحثمون نیست، ولی خب از نظری خوب میتونه تأیید کنه برای این مسائلی که بحث میکنیم. یکی از مسائلش اینه که در به اصطلاح مکرون اونجا مکرونیزم که الان مسئله بازنشستگی رو اینطوری به اصطلاح برخورد باش کرد، اینطوری به اصطلاح خفش کرد، اینطوری پیش برد سیاستاشو، این در واقع فقط گام اوله، خیلی مسائل مثلا خدمات اجتماعی میخواد، مسئله تقویت پلیس میخواد و خیلی برنامه های دیگه داره در حوزه های آموزش، چجوری از این خدمات خیلی چیزها رو به اصطلاح بتونه بازاری بکنه، آموزش حرفه‌ای کنه که اونایی که آموزش میبینن برای بازار به درد بخورن، گویا مثلا الان به درد نمیخورن از در اونا و طرف اونطوری به اصطلاح برده بار نمیاد، اونطوری باید آموزش شده بشه. ببین همین برنامه ها اگر این واسه به قول معروف جعبه پاندورا اگر باز بشه، این برنامه ها اینجا هستن که نئولیبرالیزمی که گرایش داره یک به اقتدار گرایی، همونطور که قبلش گفتم اینطوری نیست که این مکاتب در یک دوره منجمد بشه همونطور حفظ کنن، اینا راحت رنگ عوض میکنن متناسب با بحران، اینطوری که تیف فاشیست فلان فلان پیوندهایی دارن در درون در ذات که متناسب با شرایط وارد صحنه میشن، یا میرن زیر یا میان بالا، این اتفاق میتونه اونجا بیفته، اقتدار گیرایی متا خود این مکرون ممکن فاشیسم راه نندازه یا نئولاش میدان بده، ولی خودش بره در کسای دیگه بیان پشت صحنه، یعنی اینا هستش که یعنی اون جریان های اقتدار گیرایی که اونجا صف واسطادن، اینا هستن مسائل بعد در نظر گرفت در کلیت خودش. پس بنابراین این یک مسئله است. یکی بحران دموکراسیه. بحران دموکراسی به این معناست که دیدیم در فرانسه
بیش از 70-80% جامعه ناراضی بودن از همین سیاست بازنشستگی و سیاست های مکرون. نظرسنجی های صورت گرفته، ناراضی هن اکثریت جامعه، ولی پارلمان درست کوشش رو کرد میکنه یه جور دیگه. بعد خود پارلمان دور زده میشه، بعد اون شورای قانونگذاری همه اینها رو تصویب میکنه، دور زده میشه. یعنی کاملا با بحران دموکراسی، یکی از مؤلفه های اصلی بحران سرمایه داری هست که بی معنا شده، افتاده دست قدرت ها و اصلا اون مسئله شکل و اینا فقط شکل شده، پوسته شده، نمایندگان غیر و اینها بازتاب نمیده، بازنمایی نمیکنه مسائل جامعه رو. این بهش بحران وقتی میگیم، یعنی دموکراسی نبضش یه چیز دیگه میزنه، جامعه یه چیز دیگه میزنه. این دموکراسی دو گیومه میگم که انتخاب شدن نمایندگان. خب اینها در واقع بحران دیگه، یعنی اتفاق افتاده. پس بنابراین مسئله بحران دموکراسی است. مسئله دیگه اینه که مطرح میکنه دموکراسی اجتماعی، یعنی به عنوان اولا نمیدونیم که این قیام، اون میگه این قیام، شورش، خیزش چی میشه، کجا میاد، ابعادش رو نمیتونیم حس بزنیم الان. اون میگن اینا نگرینا که برای تزهای در این زمینه تنظیم کردن با همکارش اینطوری مطرح میکنه، ولی مسالمت میگذره با انقلاب میگذره، نمیدونیم اینا رو، یعنی نمیتونیم ارزیابی دقیق بکنیم. اون میگه ولی اون چیزی که مهمه اینه که یک بیداری بزرگی هم وجود داره در مقابل این چیزهای اقتدارگیرهای فاشیستی، و این به معنی نستش که وزارت چهارم میشه که ما بتونیم دموکراسی اجتماعی با اشکال و فرمهای خود آئین، نه فرمهای موجود. ببین ما میخوام تصرف قدرت بکنیم، تصرف قدرت در کار نیست. چون شما قدرت تصرف کنید، همون قدرت رو با همین ماهیت در واقع سرکوبگرانش، سلسله مراتبیش، انسانخوارانش و تمام اینا رو که میبینیم این قدرت ها چه میکنن، شما خب باید اینا رو رفع و رجوع بکنید. وقتی قدرت رو میگیرید این دیگه نه، بعد نه، قدرت اجتماعی موازی از پایین، قدرتی که بدون این ساختارهایی که هست وجود داشته باشه در جامعه شکل بگیره، که در خیابانها، در جامعه، در جنبشها، در مسادی دموکراسی مستقیم باید وارد بشه. وقتی از بحران دموکراسی صحبت کنیم، یعنی تقویت بشه هرچی بیشتر به سمت اون دموکراسی مستقیم، که جامعه که امروز بلوغ پیدا کرده مشارکت بتونه بکنه. تو این نهادها و در واقع فیلترها نمیتونه مشارکت کنه، نمیبینه. فرانسه نمونه خوبش که اصلا بازتاب نمیده نارضایتی جامعه رو، با توجه که آمار اکثریت 70% ناراضی هم، اصلا مکرون ناراضی هم، اصلا سیاست لغو بازنشستگی ناراضی هم. ببین این یه واقعیت ها هست. بس بنابراین همه چیز باید به صورت ابجکتیو عینی، نه انتزاعی فرمول ها فلان نه، به طور واقعی باید بحران رو در مثلا اون وضعیت عینی خودش در واقع در اون رصد بکنیم، در اون وضعیت که وجود داره و ما بیزاش در زمین. با توجه به اینها اشکال خود آئین رو که باید شکل بگیره، پیدا بکنه این جنبش ها، که نه به فکر اون تصرف قدرت موجود، بلکه قدرت اجتماعی خودشون رو وارد صحنه کنن، قدرتی از نوع نه بدخیم، از نوع خود اجتماعی که در خدمت خودشون باشه، نه اینکه کسانی بیان بر فرازشون. این مسئله هستش که الان در همین ماه مه ما جرقه هاشو میبینیم، که هم در واقع فرصت ها هست، هم تحقیق ها در کل. چون بحران انتقال بر سراسر جهان حاکمه، پیشگویی هم نمیشه کرد، باید روند ها رو شکل داد، آینده رو شکل داد، اون نیروهای پیش رو بعد بیان صحنه شکل بدن و اونها متقابلا شکل میدن اون ضد انقلاب اینها. منتها خب در اینجا میشه چیکار کرد؟ تقابل کرد و خونسا کرد، با توجه به اینکه دار بنبست هستن، امتحان پس دادن، فرا فکنی دارن میکنن، اینا اتفاق میفته. پس از نظر بین المللی ما میتونیم یه چنین نگاهی داشته باشیم که تمام جنبه ها رو، حتی در ایران زن زندگی، خیزش، حالا نانکار، آزادی، مثلا آزادی پوشش هم مطرح میکنن یا پوشش اختیاری مطرح میکنن، پیوند بخوره و اینا بتونن در این جهانی که بحران هم فاشیسم هم نو فاشیسم هم فلان بتونه مسیر روشنش رو طی کنه. خیلی هوشیاری میخواد، هم نگاه جهانی میخواد، هم نگاه مشخص خود اون کشور و شرایط اونجا. شما از نگاه جهانی گفتید، چون که الان ما میبینیم که به طور واقعی سیستم بین‌المللی بر گونه ای استوار شده که ثروتمندا همه قوانین و مقررات های عمومی رو به نفع خودشون
سامان میدن و نابرابری ها نه فقط در خود کشورها بین طبقه حاکم و اکثریت عظیم داره روز به روز این نابرابری ها تشدید میشه، نابرابری ها بین شمال و جنوب در جهان، بین ثروتمندا و بقیه کل جهان، بین مناطق مختلف جهان هر روز بیشتر و هر روز خطرناکتر هم میشه. مکانیزم های تاکنونی گفتگو و قوانین و کارهای برای میانجیگری که توی بعد از جنگ دوم خصوصا شکل گرفت و اینها دیگه کارایش از دست داده و به طور واقعی ما به یک دوره رسیدیم که دوره بحران هاست. این بحران خب بر اون زمینه شکست در واقع اردوگاه شوروی میشه گفت که تشدید شده و تا حد زیادی تا شکل گیری یک آلترنتیو جدی به قول شما اجتماعی ما فاصله داریم. یعنی الان همچنان گفتگوها و برخوردها برای پیدا کردن اون ایده روشن، پلتفرم روشن، منشور روشنی که بتونه جنبش‌های اجتماعی رو با هم متحد کنه، بتونه علیه در واقع این سیستم عمومی سرمایه‌داری و سرمایه‌داری نئولیبرال که همه کشورها رو در بر گرفته بتونه در مقابلی وایسه، بتونه نه در و محو این جنگ های بین قطب های مختلف سرمایه‌داری هم نشه و ما می‌بینیم برای این نشه و از این شرایط سخت در بیاد. یعنی به قول شما وقتی ما یه دفعه با شرایط نابودی واقعا جهان روبرویم با توجه به گرمایش زمین، جنگ ها و مسائل زیست محیطی، مهاجرت های بزرگ رو شاهدیم و جابجایی های بزرگ در میان جمعیت و خالی شدن برخی از مناطق جهان و به سوی مناطق در واقع سرسبزتر و رو شاهدیم و در این مناطق مثلا خصوصا تو آمریکا و استرالیا و اروپا ما شاهد همین گستقل شما گسترش نیروهای فاشیستی، نئوفاشیستی، ضد مهاجر هستیم که تنش‌های اجتماعی رو در اینجا دارن تقویت میکنن. ولی چپ همچنان نتونسته مثل گذشته، اگر ما یک دفعه تو دهه 70 شاهد جنبش‌های بزرگ صلح بودیم علیه جنگ ویتنام و میبینیم که تا حدی مثلا تو دوره جنگ عراق و یعنی تجاوز بین‌المللی به عراق میشه گفت که ما شاهد اونجا هم شاهد این سری جنبش های صلح طلب بودیم، ولی همه اینا مثل این که چیزشون رو کشیدن، اون حلقه انفجاری که داشتن، اون حلقه ای که میتونست همدیگر رو به هم بپیونده، این حلقه ها تا حد زیادی گسست پیدا کرده علارغم جنگ های بزرگی که ما شاهدشیم توی این دو دهه و خصوصا توی این چند سال توی مثلا اوکراین یا توی سوریه، توی لیبی، توی یمن شاهدیم. ما شاهد جنبش های بزرگی نبودیم به خاطر واقعیتش اینه که یک معضل اجتماعی و فکری تا حد زیادی هست که بتونه اون این جنبش ها رو به هم پیونده. اینو به این معضل رو چگونه میشه باش برخورد کرد، چگونه این موضوع رو آورد؟ چون میشه گفت که خب ایدهش اجتماعی کردن ایده های برابر طلبانه و آزادی خواهانه که مثلا یک دفعه مثل جنبش زن زندگی آزادی میاد شکوفا میشه، کل یک کشور رو در بر میگیره، نمیتونه گام های خیلی قطعی ورداره برای زدن کنار در واقع قدرت حاکم. چگونه باید با این موزل برخورد کرد؟ ببین، من عرض کردم که بحران انتقال داریم در سطح جهان و این بحران انتقال سطح چقدر؟ بحران انتقال جهانی وجود داره، بسیار پیچیده است. یعنی گذشته زیر سوال رفته، آینده اتفاق نیفتاده، اینجا اجماع و اینا هم نیست. این وضعیت جهانی هست از نظر معادله کلیش. در این شرایط خب طبیعی است که گفتم جنبش ها فقط مثلا بحران دموکراسی است. یعنی شما دموکراسی نمایندگی رو که الان دیگه بازنمایی نمی کنند در کشورهای غربی، من نیومدم در کشورهای استبدادی مثال بزنم، چون اونجا خب اصلا فیلتر مضاعف وجود داره، یعنی حتی اون امکانات کشورهای غربی هم وجود نداره، ولی همونجا بنبسته.
در همون کشور غربی دموکراسی در سطح خودش دیگه پاسخ نمیده به نیازهای جامعه، اصلا بازنمایی نمیکنه. خب به این ترتیب مشکل به اصطلاح وسیع عمیقه و جهان بعد بتونه مسائل حل کنه، بشر به اندازه تمدنش پیشرویش میتونه حل کنه. دموکراسی باید مستقیم باشه، باید قدرت به جای اینکه تصرف کنه، در گذشته بارها تجربه شده همونو بازسازی کردیم، چون قدرت است که ساخت و پرداخته جامعه طبقاتی، اونو تصرف میکنه همون هم بازسازی میکنه. همه جای این اتفاق افتاده، جز اینکه خودتو به ابزار اون تبدیل کنی کاری نتونستی بکنی و اون آرزوها و امیدها رو به باد رفت. قدرت موازی باید وجود داشته باشه، یعنی قدرتی که از خود اجتماع جامعه و به نحوی که سلطه آمیز نباشه، سلسله مراتبی نباشه، دموکراسی مستقیم و مثلا مسیرش هموار بکنه، مشارکت وسیع رو که امروز با این شبکه های جهانی، جهان گلوبال واقعیت پیدا کرده دیگه، انتظار نیست، آرزوها انتظار، ولی صد براش وجود داره، نمیتونه پیش بره. خب اینا معلومه بحران ایجاد میشه. پس بنابراین ما باید بتونیم اون کارها رو بکنیم. بعد چپ باید بتونه از درسهای گذشته هم درسهای لازمه رو، تجربیات گذشته رو بگیره. و چپ هم ضمناً به معنی گروه این سازمان یا اون سازمان نیست، امروز عصر جنبش ها هستن، یعنی به معنی این هستن، مثل ایران اصلا نمونه شه، اصلا تیپیکه از این زاویه الان جنبش ها هستن که در ایران میتونن وارد صحنه بشن، منشور بدن، مبارزه کنن. احزاب نتونستن و نمیتونن. حالا احزاب نه اینکه وجود ندارن، احزاب میتونن در پیوند با اینها، نه در پیوند با سازی گذشته که اونها هیچی بودند و بعد این سازمان ها، گروه ها، مثلا مقامات، رهبران تعیین میکردن. این یه دوره از بلوغ نابلوغ بشر بوده. الان بشر وارد عصر جدید شده، در ایران به هر حال این جهان زندگی میکنه، درست عقب مانده است خیلی جا، ولی وقتی وارد صحنه میشه خب از تأثیرات جهانی، امکانات جهانی، آگاهی جهانی، خب اینجاست که ما شاهد هستیم که جنبش ها وارد میشن، پیوند های جدیدی بین نیروها میام، خیلی مهمن، پیشروان، پیشاهنگان، نمیدونم افراد آگاه، جریان‌های آگاه، منتها اینها دیگه نقشه گذشته رو نمیتونن برفرازش کنن. بعد در پیوند، اصلا کمونیسم هم معنیش همین بوده که تو طبقه کارگر و اونجا مانیفست هم اون موقع اومده که حزب کمونیست معنی نمیدونم نیروی جدا وجود نداره، که خود در درون طبقه کارگر باید باشه. اینا بعدها شکل گرفته، این ساختاربندی شده و اینا محصول همون قدرت ها هستن که به اون شکل در اومده و بعد ساختاربندی شده، حالا میراث اونه. اونا به اون معنا وجود ندارن، یک نیروی برفراز یا جدا از طبقه. کمونیست جدا از طبقه وجود نداره، اون میشه فرقه، اصلا معنی فرقه همینه. پس بنابراین پیشروان خود طبقه که وجود دارن در درون طبقه، نه ساختاری بلکه لحاظ کنشی، عملکردی، آگاهی، اینها هستن که نقش آفرینی میکنن و میتونن تمام گروه ها، سازمان ها هم وجود دارن در این راستا سمت‌گیری کنن. یک بار این هم حل نمیشه، چون دوره انتقالی مسائل هم با ورد و نمیدونم دو شعار حل نمیشه، ولی میشه سمت‌گیری های افق های کلان فهمید و بعد فهمید که مقام لحظه زمان امروز، عصر امروز چیست، کجا میتپه. اینجاست که ما شاهدی هستیم که جنبش های اجتماعی میتونن با هم تقویت بشن، میتونن در بطن این خیلی چیزها، شبکه ها شکل بگیرن، سازمان های دیگه هم همکاری کنن، فعال بشن، حضور داشته باشن و از نو شکوفا بشن، چون در گذشته که موندن شکوفا نمیکنه، ولی در بستر جنبه های پیشرو و بذرفشانه های عصر نوین چرا امکان همین از شکوفا و نقش آفرینی میکنه. حتی گروه هم خیلی نقش آفرینی خوب میتونن بکنن در این راست، سازمان ها، احزاب، منتها احزاب به معناهای جدید، بازخوانی جدید با روح دوران، با وضعیت، همه اینا سر جاشونن، منتها مفاهیم، محتواهاشون، بازخوانی هاشون عوض میشه، یا مناسبات اجتماعیشون، قدرتشون، مناسبات قدرت عوض میشه، دگرگون میشه. خب اینجا از این واسه به نظرم میاد که این مسائل احتیاج به بحث‌های خیلی طولانی داره، احتیاج به گفتگوهای زیادی داره، که از قضا باید نیروهای پیشرو، چپ‌ها، اینا رو این هم تأکید کنم، فقط میدان فقط یک بچشه، چون در ترکیب ما ناقصه، هم این ناقص هم اون، در واقع باید در واقع ارتباط پیدا کنیم، پیوند ارگانیک، و هم در بعد بحث‌ها صورت بگیره، تا با فاصله گرفتن و آزاد گذاشتن این مقدار ذهن و بلوغ گفتگو، یعنی اون کلیشه ها نیان بخواد دیگه بحث است و معنای بحث است منتفی میشه، توی میشه،
بحث اینه که افکار با هم تقاطع کنن، تعادل پیدا کنن، بعد به هم دیگه تاثیر متقابل بذارن، راه بسته نباشه، ذهن ها بتونن دیگر کنن، انسان ها بتونن متحول بشن. ولی متحول نمیشن، هر کس نظر خودش به عنوان مهمات پرت میکنه، اون یکی هم متقابلن، اون یکی هم چیز در نمیاد. امروز خود چپ هم دچار بحرانه، گفتم یه صخره بسیار نفوذ ناپذیر بحران مثلا اصلا اونجا نباشه وجود نداره، جهان بحرانه، در اینجا نیروها همه در حال گذارن، در حال درگیری با مسائل گذشته و جدید و حال آینده هستن. این بحران انتقال شامل همه هست، اینطوری نیست که فقط یک بخش رو در نظر بگیریم، که البته اون سر جاش هست، کاملا نظام سرمایه‌داری که مسلط هم هست دچار این بحران هست، ولی تن نمیده و الان میخواد جهان رو به هر حال به صورت نوفاشیستی، بحران و تجزیه و جداسازی، جهانی سازی های متعدد در درون جهانی که توا افتاده، کمپ های دیگری اسمش رو میذارن فرو رفتن سرمایه‌داری در خود، انقباضش در خود، به خاطر اینکه حفظ کنه در مقابل بحران. الان وضعیت اینطوری، پس ما اینا رو میذاریم بعدها بیشتر بحث میکنیم. قطعا باید روی زمینه بحث های مفصل تری بشه، خصوصا ما مدام شاهد رویارویی های مختلفی توی سطح جهانی هستیم، در سطح داخلی بین کشورها هستیم و تا حد زیادی خصوصا این جنگ هایی که در حال اتفاق، بحران خشکسالی و بحران گرسنگی، بحران مهاجرت و به قول شما همین بحران انتقال رو تا حد نشون میده. این دردآور بودن و زمان طولانی دوره انتقال هم تا حد زیادی تاثیر میذاره روی کنش هایی که در واقع هست. اما برگردیم به موضوعات ایران. ما در شرایطی که رئیسی، رئیس جمهور حکومت اسلامی به سوریه رفته، ما شاهد ادامه گسترده حرکت های سرکوبگرانه حکومتی هستیم علیه فعالان جنبش کارگری و اجتماعی. دستگیری های بسیاری در این دوره در آستانه اول ماه و در روز اول ماه انجام شد. در این حال بیش از 10 نفر در بلوچستان اعدام شدند و نشون میده که حکومت 18 نفر در واقع توی فقط بلوچ اعدام شدند و ما شاهد گسترده تر شدن سیاست در واقع حمله‌های شیمیایی، ترور شیمیایی محصلان خصوصا دختران هستیم و این مجموعه مثل این که پایان ناپذیره. حکومت برای ادامه حاکمیتش و شکست دادن جنبش انقلابی و خیزش انقلابی که از 1401 شروع شده همچنان در حال سرکوبه، اما این سرکوب جز با فریادهای اعتراضی چیزی رو جواب نگرفته. همچنان دختران جوان در خیابان‌ها به چیزها، قوانین آپارتاید جنسی نمیگن، نه به اعدام‌ها رو میگن و خانواده‌ها جمع میشن و همبستگی‌هاشون رو با خانواده‌های قربانیان این جنایت‌ها اعلام میکنن. جنبش کارگری مدام در حال و نهادهاش در حال اعلام خواست‌ها و حرکت‌هاش هست و بحران اقتصادی هم روز به روز عمیق‌تر و وحشتناک‌تر داره میشه. گرانی وحشتناک‌تر، قیمت‌ها داره همینجوری بالا میره، دلار دیگه سقفی واقعا نمی‌شناسه برای چیز و ما با یک جامعه فراکت‌زده روبرویم که با یک حکومت فاسدی که همه چیز رو، حتی جزایر و خوزستان رو هم می‌خواد بفروشه برای اینکه هزینه‌های روحانیت و این سیاست حکومت اسلامی شو بذار تنمی کنه. شما چگونه میبینید در کوتاه اگر لطف کنید؟ ببینید الان ما هم سفر رئیسی رو داریم که تو این شرایط رفته، همین که مردم اصلا سیاست ها به خروش در اومدن، اونجا رو به هر حال گفته که ما پیوند خونی داریم با حاج قاسم که اونجا کشته شده، با سوریه و تا آخر. بعد از اونجا میخواییم بدار مسائل فوسفات و مسائل بسا که زرد و اورانیوم اینجور چیزهای دو که روزنامه ها افشا کردند بیاره، برای اینکه تو داخل ایران به حال اون معیارها، عیارها ضعیفه. ایران از نظر معدنی درست تجهیزات خیلی هسته ای رژیم میبره، ولی حتی امکاناتش نداره، باید وابسته است به از نظر مثلا اون چیزهای اولیه و نیازهاش به چیزهای اورانیوم ها و منابع غنی در جاهای دیگه.
و الان خب در سوریه چنین چیزی هست، سعی میکنه وارد کنه. نشون میده که خب صدای از نظر اقتصادی اصلا هدف نبوده مسئله همین تأسیسات هسته‌ای، بلکه جنبه های دیگه مورد نظرش بود. یکی از دلایلش البته همینه که منابع اولیه نداشته، ولی هم داره نشون میده خودش. ببینید در این رابطه داره اون کار میکنه، ولی در این حال اونجا میبینیم که بازم یک دیوار، میگن به اصطلاح یک بام و دو هوا. اونجا عمدن معلوم هستن خود اون خاطر که با جهانم رابطه داره و نمیخواد بگید منم زیر فشار اینا هستم. بشار اسد دو تا خانوم به صاحبم بی حجاب با همون که رئیسی اونجا داره سام میبینه باشون اصطلاح سلام علیک میکنه، از جمله خود بشار اسد کنارشونه، اونجا قرار داره، در حالی که همین بی حجاب ها در ایران اصلا چی سم بهشون باشن حمله میکنن و تمام به اصطلاح زمین و زمان رو به هم میدوزن که آی نمیدونم دین و فلان اینطوری شد. ولی اونجا لبنان جاهای دیگه ایشون میده که چقدر ماکیاولیسم اینجا مطرحه. مسئله از خود مذهب اصل قضیه نیست، اونجا هیچ مسئله نیست و اونم این همه میگه که نمیدونم ما پیوند نمیدونم اونطوری داریم اونطوری داریم. یک جانبه مثلا روزنامه رو 30 میلیارد خوب اون بدهی داره و هر روز نمیتونه بده و اینا خان مثلا یه جوری اینا رو زیر فشار هم هستن، یه جهان و افکار عمومی بحران اقتصادی داره، ورشکستگی داره. خب اینا رو مثلا یه مقدار از این واردات اینا بگی که ما وارد میکنیم جبران میکنیم، ولی در این حال به هر حال برای جامعه زیر ذره بین قرار گرفته که چجوریه که شما اونجا متحد این همه هزینه میکنید، اصلا لایک هم به یک لایک مستبد کاملا هم هستن اصلا، ولی لایک هم تو لبنان هم فضا همینطوریه. خب اونجایی که شما سرمایه گذاری، پس مسئله دین اینا نیست که این همه تو داخل ما رو داره به خاطر دودمان جامعه رو زندگیشون و هستیشون به باد میدید و هر روز میبینیم که رژیم سنگ میندازه برای هر کسی، برای کوچکترین حرکتی که میکنه یک دولت میاد در مقابل اون آدم اون فرد زندگیشو تباه میکنه، قطع میکنه، نونشو میبره، نمیذاره خارج بره، مسافرتشو، پاسپورتشو، هزار جور درد سر ایجاد میکنه. ما یعنی یه حکومتی داریم که اینطوری انگل گندیده کامل مزاحم شر و دائما در حال تهاجم، یعنی نمیتونه، میگه که نیش عقرب نزد دهی کین است اختزاش، این کارو میکنه هر لحظه داره این کارو میکنه. بس بنابراین و در این حال جامعه هم در گرداب بحرانه، همونطور که در اون چیز کلی صحبت کردیم مسائل پیچیده هست در این جهانی که دچار بحرانه. عبور از سالم از این طوفان خیلی هوشیاری میخواد با توجه به تجربیاتی که در کنار میده جاهای دیگه اتفاق افتاده. از این طرف باید خارج بشیم چون اینا اصلا قابل زیست نیستن با هم مانعت الجمع ضد هم، یا این یا اون رژیم، یعنی این کار میکنه یا به اصطلاح تمام چیزهای من تم بدید که این روز نابودی جامعه نیست و فقر و اقتصاد و فشارهای آزادی کش و مثل حجاب و غیره اینا همه با هم تلفیق میشن، یکی هم نیست، یک بودی نیست، همه وجود دارن. پس ما این یک مسئله اینه، همین دلیله که الان ما ببینیم که از خاک فروشی شروع کردن به جزیره فروشی رسیدن. الان روزنامه ها نوشتن که حتی فروش اندام و اعضای بدن به خارج، کشورهای خارج، ترکیه، عراق، کشورهای دیگه 7000 دلار 15000 دلار خارج هم شده، یعنی صادر. چرا؟ برای اینکه زندگی میشه. چند مدت پیش یکی از این داخل ایران بود که اساسا اونجا آگهی داده بود که من قلبم رو میفروشم، کسی که قلبش رو میفروشه که زنده نیست، ولی برای 4 فرزندم که تو فیسبوک اینا اونجا دیدیم و به صورت حرکت های داخلی زده بودم تا همین اعتراضات. این یک مسئله هست بس بنابراین. ولی یه چیز دیگه هم هستش، ما دوچار بحرانی میره. نمونه خوبیش هم اینه که جامعه هم اینطوری نیست که روند باشه مسائل. مثلا یه نمونهش میبینید، آخرین نمونهش برای ما درس بزرگیه، همین در واقع تاجگذاری به اصطلاح انگلستان میبینیم که چارلز سوم وارد میشه، میبینیم که چجوری وحید بهشتی، حالا اون رانت که نمیدونم فراخوان داده اعتراض کرده، نمیدونم سپاه، هر اینا رو یه تبدیل میکنم یه سرمایه تو این دوران به اصطلاح شبکه های مجازی، یه نفر میدونم میاد در صحنه خودشو مطرح میکنه، فراخوان هم میده، خودش هم میدرخشه فلان، ولی میبینیم که 70 روزم اعتصاب میکنه و تن نمیدم و مقاومت میکنم فلان، میبینیم که شرکت میکنه تو مهمانی تاج گذاری چارلز سوم. حالا این تاج خودش چی بوده؟ تاج 444 قطعه طلا به اضافه سنگ ها که در اون چارلز اول دوم بعد
ذوب کردن، کرانوالی نامدن این تاج و همه تلاش ذوب کردن، دوباره در بازگشت سلطنت به عنوان نماد باستانی، نماد در واقع سلطنت، نماد اقتدار اون اصطلاح چیز، ببینیم که این حالا در همون تاج گذاری و اون مهمانی رفته شرکت کرد ضیافت و به این سادگی اینا معامله میشه در بازار مکاره بورس، بورس سیاست، یعنی سرمایه است واقعا، سرمایه اجتماعی. و همین دلیل جامعه هم باید اینقدر بلوغ پیدا بکنه که بدونه که این نوع سرمایه های بادآورده حبابین همونطور که پشت هم میبینه، اگر رخپای خودش وانسته، اگر به صورت طبیعی در واقع پیشروان خودشونو، شاهنگان خودشونو پیوند دارن با هزار جور ریسمان به بدنه، به جنبش، به این سادگی خودشونو تو معامله نمیذارن، خرید و فروش نمیکنن، یک شبه شما دیدین آدما همینطوری راه 100 ساله میاد بعدم یک شبه میرن اونور، اینطوری اتفاق میفته. اینا همه نشانه های بحران، نوعی بحران در جامعه، البته در شرایط سرکوب، در شرایط فشارها قابل درک چرا این اتفاق میفته، ولی به هیچ وجه قابل تأیید نیست. به همین دلیلی که با مثلا اینا رو مواجهیم، جامعه باید بتونه از این بحران ها عبور کنه. این حباب ها و بابای ما هستن، از درون جنبش اومدن، یعنی میبینید دیگه، به نام جنبش، به نام سپاه، اون یکی میره مثلا استقلال کار میکنه، یکی این کارو میکنه، اون یکی که دیگه میکنه، اون یکی سلبریتی میشه، نمیدونم شعار میده که مثلا علی کریمی یه بار یه توییت زده بود که حالا با میلیون ها مثلا داره دیگه پیرو و لایک براش میذارن که اگر بین آزادی و عدالت ما آزادی انتخاب کنیم، عدالت میذاریم برای آینده. خیلی راحت اینجا عدالت رو که جامعه الان میبینیم تو مهمه مثلا نعیشه از زندگی گرسنگی، اینا به هر حال جامعه زندگی میخواد بکنه، وقتی اینا وجود داشته باشه که نمیتونی نابینا بشی که، کور بشی که، میبینی دیگه اینها رو میخواد بندازه برای آینده. حالا معلوم جازه چرا اصلا جدا میکنی اینها رو؟ کی گفته باید جدا بشم؟ این انتظار سازی از کجا اومده؟ کی به تو یاد داده؟ خب اینا هست جاهای مختلف میزنه توید. خب میخوام بگم اینه، اینا جامعه اینا علائم بحران هم هستن در این حال، اروچاشون در این حال اعتراض هم هست توش، سپاه فلان خب باید بره تو لیست، اینا خب هست، ولی اینطوری هم ازش سوء استفاده میشه. پس بنابراین ما با یک وضعیت ویژه هستیم که باید بتونیم از بحران ها عبور کنیم، منتها با تکیه بر دستاورت های خودمون، سازماندهی اون دستاورت ها، بسیج اونها، بتونیم نیروهایی رو گرد آوریم، نیروهایی که متعلق به این مسئله هستن، بعد بتونیم چون از طریق انتظار و شعار که نمیشه، در میدان و در نظر همه اینها پیوند بخورن و بتونیم گام به گام پیش بریم و مسیر رو طی کنیم. از قضا در جامعه ما فقط هم عقب نشینی نیست، البته فرصت نیست. میخوام فقط بگم که جنبش در حال پوست اندازی است از یک مرحله به مرحله دیگه، منتها اینها باید سنجیده بشه، آگاهانه پیش بره، خلا کمتر بشه، گسست به چشمان دشمن استفاده نکنه، خود جنبش هر چیز زودتر آگاه بشه، به خودآگاهی برسه، به همین در واقع گسست و وصل و انتظار و پیچیدگی خودش. اینا مسائل هستن که در مقابل ما هستن. روز در شما تهیه روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز برنامه چشمنداز ها که به برنامه توجه کردید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید، حتما ما در برای بهبود برنامه هامون قطعا از آن استفاده خواهیم کرد. درود بر شما.